برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز سودا برنت هستم. بعضی وقت خودم هم اسمم یادم میره که چیه ولی برنامه امروز سوال زیاد داریم. من نشستم امروز چون معمولا میدونین که من آروم و قرار ندارم باید وایسم ولی چون در مورد واریس میخوام امروز صحبت بکنم میخوام یه چند تا اکوپانچر پوینت بهتون نشون بدم که به این زمینه کمک میکنه و اونم میریم بعدا راجبه صحبت میکنم ولی چون که سوال خیلی زیاد داریم و میخوام تا اونجایی که امکان داره برسم که سوال ها رو جواب بدم Uh, میرم در مورد خانومی که گفته بودین که uh, گروه خونی او که گفتی که نمیتونیم گلوتن و لبنیات استفاده بکنیم آیا اینا تحریک کننده ی روده هستند صد در صد دلیل اینکه ما میگیم که یه سری از um, آل... ما آلرژی غذایی داریم یعنی که اون آلرژی غذایی um, میتونه حالت ورم تحر... چی گفته بودی؟ تحریک کننده باشه بنابراین بله برای گروه خونی او هر چیزی که درش گلوتن هست و همینطور لبنیات فوقلاده محرکن پس کسانی که اون سوراخ در روده به وجود اومده در اول باید در نظر داشته باشین که التحاب در روده هستش و هر زمانی که شما نون میخورین هر چیزی از گندم جو یا قلات دیگه میخورین دو مرتبه مثل این میمونه که یه زخم اونجاست و شما هر دفعه اون زخم رو دو مرتبه بازش میکنین و توش نمک میزنین اوکی بنابراین ما اصلا در این زمینه شوخی نداریم کسی که لیکیگات داره تا چند وقت بعضی ها با من جلسه میگیرن مینیموم یک سال ولی ما میتونیم راجع به دو سال صحبت بکنیم اوکی؟ پس در نتیجه آره به خاطر اون که محرک به هر چیزی که ورم به وجود بیاره جلوگیری میکنه از بهبودی من در یا سلامتی و شفای من بعد گفته بودی که آیا پودر جوانه رو صد درصد پودر جوانه یا اینکه کلا جوانه گندم با اینکه ما میگیم گندم و جو برای گروه خونی اوبد هستش ولی جوانه استثناست بنابراین چه خودش رو درست بکنین استفاده بکنین چه پودرش رو استفاده بکنین هر دوش اوکیه و در واقع چون جوانه ها بدن رو قلیایی میکنن به شما کمک میکنن بعد توی دیویدی تغذیه میگی که پروتئین و میوه اینا بعد از همدیگه جدا بشه من چند روزه امتحان کردم زود گرست نمیشم آیا ادامه این رژیم ضرر نداره چرا من صد درصد میخوام به شما ها بزنم برای همین هستش که چون یک مقصودی دارم که به شما ضرر بزنم 15 ساله در تلویزیون میگم پروتئین، کاربوهایدرت و میوه باید از همدیگه جدا بشه معلومه که ضرر داره فدای تو بشم در زم وین دایر هم همیشه میگه که سارکستیک بودن مسخره کردن کار خوبی نیست و یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه <تزدنا> <تزدنا> که <تزدنا> <تزدنا> تو انگلیسی کلمش هست سارکزم یا سارکستیک کسی که مسخره میکنه و خیلی این در فرهنگ ها استفاده میشه به خصوص در فرهنگ ایرانی که ما نمیدونم شهرستان های مختلف و عداشون رو در میاریم و یه چیزایی میچسبونیم که نمیدونم شیرازی ها اینن و نمیدونم ترک ها اینن و برای ما جوکه و خیلی هم میخندیم در موردش در, مورد در که اصلا کار درستی نیست مسخره کردن در واقع تخریب کننده است اوکی. یعنی ما به کسی توانایی و قدرت نمیدیم حتی اگر جوک باشه در این حال توی انگلیسی ما یک اکسپرشن یا ضرب المثل داریم که میگیم که همیشه در جوک های ما یک مقداری حقیقت درش هست اوکی پس این از این داستان این ولی آره میوه پروتئین و کاربوهایدرت بر از هم جدا بشن چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما کاربوهایدرت میخورین مواد نشاسته ای بدن باید اسیدترش رو معده باید اسیدترش رو بکنه و یک آنزیم به خصوص ریلیس میشه آزاد میشه که کاربوهایدرت رو بشکنه و به فرم گلوکوز در بیاره که بدن بتونه استفاده بکنه بعد پروتئین یک آنزیم دیگه داره که پروتئین رو بشکنه و به فرم امینو اسید در بیاره که بدن بتونه استفاده بکنه وقتی که میوه شما میخورین زمان هضم و جذبش میوه کاربوهایدرات زمان و هضم و جذب همه اینا با هم دیگه فرق میکنه هر موقع که میوه با کاربوهایدرات نشاسته ای یا حتی با سبزیجات قاطی میشه یا با پروتئین بلا فاصله در معده حالت مخمر درست میکنه اوکی پس برای همینه که همیشه من میگم میوه رو روی شکم خالی تنها پروتین ها با پروتئین های دیگه یا کاربوهایدرات غیر و کربوهیدرات نشاستهای با غیر نشاسته است در ضمن این توضیحات در دیویدی تغذیه هست و همینطور در آنلاین کورس قسمت تغذیهش من کاملا اینو توضیح دادم خواهشن آنلاین کورس رو بگیرین دوستان عزیز اوکی؟ آم پس این از این داستان این اوکی okay. uh, بریم سر این که سوال بعدی این بود که با دیویدی های من ورزش میکنی کفش تو خونه پاد نمیکنی اشکالی نداره نه چون که در واقع ما کفش رو برای ضربه از چیز از روی زمین میخوایم دیویدی های من آنچنان بالا پایین پریدن نداره حرکات بیشتر تمرکزیه کلی سوال اومده بود در مورد ورزش که یه قسمت رو بزرگ بکنم کوچیک بکنم نمیدونم این این سوالا رو من دیگه جواب نمیدم فقط بهتون میگم دیویدی شماره دو اولش حدود 20 یا 25 دقیقه من صحبت کردم اگر اون رو گوش بدین فرق ایروبیکس فرق بدنسازی همه اینا رو من توضیح دادم در ضمن توی جزوه تغذیه و ورزش جزوه تغذیه و ورزش کاملا اینها توضیح داده شده یه ذره وقت و زمان بذارین برای خودتون جزوه ورزش و تغذیه رو بگیرین که آگاهی داشته باشین دیگه از من و این و اطلاعات اشتباه و این برانور نخون استفاده بکنین اوکی قربونتون بشم بعد میام سر اینکه که اوکی دوست عزیز من عشق من بر من سه تا چیز فرستاده بود اینا سوالایی بوده که روی اینستاگرام من پرسیده بودین گفتم تو برنامه جواب میدم چون وقت جواب ایمیل نداشتم یکی این بود که رنگ موی من چیه خدا میدونه رنگ موی من اسمش هست گیاهیه دارم به فکرش herbal tint توی کلمه انگلیسی herb ما ارب میگیم اکثرا میبینم اشتباه تلفظ میشه چونکه که h با h نوشته میشه همه فکر میکنن هربه ولی در واقع تلفظش میشه ارب ارب تینت تینت هم که میشه رنگ یه کمپانیه که رنگ موی طبیعی درست میکنه و بعد خدمتتون بگم من مثل شماها ها قیرتی نیستم بنابراین خودم مومو رنگ میکنم فقط ریشش رو رنگ میکنم برای همینه که بقیهش هر کاری دلش میخواد برای خودش میکنه روشن میشه تیره میشه ولی فقط من ریشه مو رنگ میکنم دیگه خدمتتون بگم که من و خودم کوتاه میکنم خودم رنگ میکنم خودم درست میکنم بنابراین اصلا و به هیچ عنوان من اصلا ترجیح میدم از خونه بیرون نرم اوکی پس در نتیجه او... آره خودم همه این کارا رو میکنم بعد بهتون بگم هفته ای نه هفته ای نه شاید ماهی یک بار یه روغن حالا یا روغن نارگیله یا روغن بادوم میزنم به موام و موامو میبافم که کاملا بمونه تا روز بعد بعد الان من هیچ وقت مومو سه شوار نمیکشم بنابراین با این بیگودی های سپانجی های درشته که خیلی سبکه وقتی که مومو میشورم اونا رو میبندم بهش برای بدون اینکه سه شوار بگشم یه چیزی برای یه چند ساعت تا اینکه خوش میشه باز میکنم همینی که میبینین میشه اینه که آره سه شوار مو رو خیلی خوش میکنه بعد نمیدونم مخوره بهش میزنه از این داستان اینجوری بنابراین اینم از این داستان این سوال بعدی این بوده که آیا گیا خاری خوبه همه چیز همونطوری که میدونین من مسائل رو خیلی ریشهی تر نگاه میکنم پس افراد باید طبق خصوصیتشون یعنی ما حتی نمیتونیم بگیم که حتی گروه خونی او اگر بیشتر براش بهتره که روی رژیم پروتئین باشه بازم توی گروه خونی او در این سی سالی که من کارم اینه بازم استثنا میبینم بعضی وقتا میبینم که فرزن گروه خونی او Uh, روی ناخوناشون چیز دارن um, اه, چی میگن دار uh, داربل نه خطای صاف روی ناخون میفته um, خطای صافی که روی ناخون میفته منظورم رنگ نیست بعضی وقتا میبینین اوپس 11 11 منظورم رنگ نیستش توجه کردین این ساعت 11 و 11 دقیقه همیشه حواس من رو پرت میکنه و یکی هم امروز ایمیل فرام فرستاده بودن که آیا این عدد 11 رو که میگی به میلادی میگی یا شمسی من راجع به تاریخ میلادی صحبت میکنم شمسی رو اطلاعی در موردش ندارم ولی در صورت چی داشتیم میگفتیم که این ساعت 11 و 11 دقیقه حواس من رو پرت میکنه ام دا 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 دا. یادم رفت بر. جالبه برای اولین بار من فراموش کردم که راجب به چی دارم صحبت میکنم چون همیشه معمولا به هر در و دیواری که میزنم برمیگردم به اونجا اوکی راجع به بود ام راجب به گیاهخواری بود و داشتم راجب به خطایی که خطای عمودی که روی ناخون میفته یکیش کمبوده یکی از دلایلش میتونه کمبود ویتامین b دوازده باشه یکی دیگهش بدن نمیتونه پروتئین رو هضم و جذب کنه پس در نتیجه وقتی من یک کسی رو میبینم که گروه خونیش اوه و میبینم که ناخونش خطای عمودی داره براش یک چیز تجویز میکنم بازم میگم باز باید کلیتر تر بریم ببینیم که لیکی گات یا تحریک روده سوراخ در روده به وجود اومده یا نه چون گروه خونی او معمولا خیلی احساسی ترن خیلی مشکلات روحی و روانی بیشتر در گروه خونی او خودشون رو نشون میده به خاطر اینکه آدم های فوقلاده حساسی هستن پس در اون زمان من ام ام از چیز قرص اسید که اسید معده رو ترشح بکنه چون اشتباه نکنین خیلی از اوقات افراد فکر میکنن که اگر بدنشون چه میدونم غذا میخورن بلا فاصله ورم پیدا میکنه یا اینکه اسید میزنه بیرون ما داریم راجع اسید معده صحبت میکنیم بنابراین اگر اسید ترشح نشه به اندازه کافی وقتی که ما پروتئین یا چیز دیگر رو میخوریم پروتئین نمیتونه هضم و جذب بشه اوکی در نتیجه مشکل پیش میاد پس یکی قرص آنزیمه که بهش اضافه میکنیم و یکی دیگه قرص اسیده ب... اگر که لیکیگات باشه که بعد میریم توی الگلوتمین و نمیدونم پروبایاتیکس در بالای لیست و گیاه های دیگه مثل ترفولا معمولا من انقدر خودم ساپلمنت هایی که خودم دارم طبق آیروویدیک هستش طب 4000 سال پیش هندوستان اوکی؟ بنابراین گیاه های فوقلاده قوی داریم مثل تریفولا که از سه تا میوه هستش که فوق العاده به آرامش معده و روده کمک میکنه کسایی که من باشون جلسه میذارم لیکیگات دارن این گیاه ها رو قاتیش میکنم یکی دیگهش دیگهش لیکریس روت هستش که فوق العاده به آرامش معده و روده کمک میکنه ال که گفتم فوق العاده فوق العاده مهمه روغن نارگیل روغن نارگیل فوق العاده کمک میکنه به خوابوندن و شفا دادن روده محرک و کسانی که سوراخ دارن در توی روده اوکی okay. پس من ببینین دوستان نمیدونم به چه زبونی باید بگم ولی سوالایی که میپرسین من نمیتونم جواب سطحی در موردش بدم پس گیاهخواری رو داریم راجع به چه فردی صحبت میکنیم چه مسائلی در این شخص هست چه مریضی یا چه بیماری داره این مریضی یا بیماری چقدر کهنه است چی باعث این مریضی یا بیماری شده اوکی پس این قضیه رو میدونم که یاد گرفتین که دو تا کلمه اینجا و دو تا کلمه اونجا ولی من با اون سیستم کار نمی کنم برای همین هستش که همیشه میگم جلسه خصوصی بگیرین که بتونیم همه اینا رو زیر رو بکنیم تو دیویدی تغذیه راجب گیاهخواری توضیح دادم معمولا گیاه کسایی که میرن به طرف گیاه کم بوده ویتامین ب میارن و بعد همینطور به خاطر اینکه چیزایی که میخورن خیلی کاربوهایدرت میشه بعد میرن تو خانواده قلات و حبوبات و نمیدونم اینا خیلی از اوقات اون ترکیبات 21 امینو اسید به وجود نمیاد برای همینه که فرضانه که شما برنج بخورین برنج مقدار خیلی کمی درش امینو اسید ام 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 هست اوکی؟ اگر حبوبات بخورین حبوبات پروتئین کامل نیستن یعنی 21 امینو اسید ام به شکل زنجیری با همدیگه یکی نشدن پس در نتیجه خیلی از اوقات کسانی که میرن روی گیاهخواری باید مطمئن بشن که ترکیبات غذایشون طوری هست که اون امینو اسید کامل رو به وجود میاره در غیر این صورت مشکل پیدا خواهند کرد اوکی؟ پس کی چی با چه شرایطی این مسئله مهمه سوال بعدی این بود که شریک زندگی اون کسی که ما قرار باشه ازدواج کنیم آیا وقتی میاد فورا درخواست ازدواج میده؟ نه ام و اینکه اگر که درخواست ازدواج نمیده یعنی ولش کنیم و بره و از اون داستانم ببین از این شریک زندگی ام اول میخوام اینجا یه دونه پرانتز باز بکنم به خاطر اینکه شاید به نظرتون میاد که امروز من خیلی دارم این ورون ور میزنم و فراموشی میگیرم یه توضیح در اینجا براتون بدم که بدونین که داستان چیه در این چند ماه اخیر و همینطور هفته پیش که گفتم یازده یازده هم بود به خاطر اینکه ما داریم سطح کره زمین یا کانشسنس یا هوشیاری یا بیداری ما داره یه مرحله میایم بالاتر در واقع ما میگیم که ما انسان ها در بدن فیزیکی و در کره زمین در ارتعاشات طبقه سوم هستیم و این طبقات چهارم پنجم همینجوری به طرف بالاتر میرن. این اتفاقی که در زمان 11 11 افتاد که دو مرتبه یک شیفت یا حرکتی در شعور جهانی و انسانی به وجود اومد اون تلنگری که دو مرتبه خورده شد یه خیلی از ماها از درجه طبقه سوم داریم میایم به طبقه بالاتر اوکی و در زمانی که این اتفاق میفته خود من در چند ماه اخیر و به خصوص در این چند هفته اخیر خیلی میرم توی حالت خلصه و اون به خاطر این هستش که وقتی که ما میخوایم از نظر هوشیاری انسانی consciousness, awareness, بیداری آگاهی بریم به یه درجه بالاتر بدن فیزیکی باید به اون ارتعاشات عادت بکنه در نتیجه من خیلی حالت احساس خستگی می کنم. خیلی غیر عادی توی حالت خسته میرم خیلی جالبه داشتم با یکی از دوستام که یه آقای موسنی هستن داشتم براشون توضیح میدادم این قضیه گفتن سودی جان تو نکنه افسردگی گرفتی <متنجان> گفتم نه مطمئنا افسردگی نیست بنابراین خیلی تماسام کمتر شده مگر اتفاقایی که میفته که اه... کیسایی که امرجنسی که بچه ها خودشون رو تو دردسر میندازن و بلا فاصله بعد منو ببینن در غیر این صورت بیشتر اوقات ساعت های مدیتیشن من بیشتر شده و این ها در این زمان اتفاقی که میفته مثل این میمونه که ما داریم در دو تا دو تا لول مختلف داریم میریم اونجا و دو مرتبه بر میگردیم توی بدن فیزیکی در نتیجه این تغییرات یه مقدار ما رو چیزم میکنه ایریم میکنه یعنی که من بخوام برگردم دو مرتبه اینجا بتونم توی این درجه بتونم فانکشن بکنم بتونم چیز بکنم یه مقدار صحبت ها از دست میدم کلمات هم از دست میدم تا بتونم این دوتا رو با همدیگه بالا پایین بکنم و تطبیق بدم البته خیلی از دوستان هیلر دورو من معتقدن که من این دوتا اون بالا و این پایین رو خیلی راحت با هم دیگه این برانبرش برش میکنم و خیلی سریع میتونم برگردم تو اینجا ولی در این چند هفته اخیر یه مقدار احساس مشکل میکنم برای اینکه اینجا بتونم فانکشن بکنم اینم داستان اینه حالا اکسکیوز um, یا بحانه ای هم نیست برای اینکه من این برون بر برم بلی خواستم براتون توضیح بدم چون که از دوستان هفته پیش <applause> بر من این زده بود که تو هم که این هفته مثل این که اصلا اینجا نبودی گفتم دقیقا درست میگی خب حالا برگردیم توی این قسمت um, و بریم سر شریک زندگی uh, ما چیزهای سول میت یا یه <مید> <یا ام> <Liberkee> کسی با من جلسه داشت هفته پیش بعد داشتیم توی جلسه بودیم گفتش که آیا در این دوره من سول میت و یا نیمه دومم رو میبینم یا نه گفتم در این دوره تو ده تا سولمیت داشتی چند رو دیدی و میان راجع به کدومشون داری صحبت میکنی چون خیلی از موقع ما فکر میکنیم نیمه دوم من یه دونه است فقط و بعدم این که اون نیمه دوم حتما من با اون میمونم تا آخر عمر باهاش میمونم و اینکه هیچ کدوم از اینا صحیح نیست برای اینکه ما میتونیم نیمه دوم متفاوت داشته باشیم و اینکه همیشه معنیش این نیستش که ما خیلی باهاشون خوبی و همه چی عالیه و با همدیگه کتک کاری نمی کنیم و دعوا نمی کنیم و در واقع سولمیت همکلاسی منه کسی که درسای ما با همدیگه مشابهه میاد توی کلاس که ما بهتر درسا رو به توجه همدیگه بیاریم من وقتی اونو نگاه میکنم میگم وای اگر آگاه باشم و با حقیقت باشم مثل این میمونه که اون تصویر رو به من نشون میده به جای اینکه با اون دعوا بکنم اون داره قشنگتر میاره که او اعتماد به نفس نداری حس کم خودبینی داری نمیدونم دروغ میگه من کجا دارم به خودم دروغ میگم مسئله میت اینه اون چیزی که شما در موردش صحبت میکنین توی کلمه انگلیسی ما یه میت داریم که همون میشه میت سول soul که میشه روح میت هم میشه هم روح. ولی دو مرتبه یه چیز دیگه داریم که اون, اون نیمه دوم ماست پس نیمه دوم رو با این همکلاسی ها با همدیگه اشتباه نکنیم. حالا من الان نمیدونم که تو دقیقا داری راجب کدومشون صحبت میکنی. پس وقتی که اینا میان توی زندگی ما حتی نیمه دوم شما هم که میاد اصلا هیچ چیزی نیستش که شما با همدیگه ازدواج بکنین قراردادی نیست که تا آخر اون با همدیگه دیگه بمونین بعضی از وقتا یکی میاد توی زندگیتون که فوق العاده برای خود من این اتفاق افتاد که یکی از سول میتام اومد توی زندگی من که ما مثل آهن به همدیگه دیگه جذب شدیم و در عرض یک هفته این آدم از روی کره زمین گم شد و ناپدید شد و دیگه هم هنوز که هنوزه بعد از این همه سال من نه ازش شنیدم فیسبوکش بسته شد تلفناش قطع شد دوستای مشترکی که داشتیم دیگه هیچ, هیچ چیزی در مورد این آدم نشنید و بنابراین فقط یه دوره یک هفته ای بود ولی در اون یک هفته مثل این بود که یکی بودن با یک روح دیگه که شما اون عشق یکی بودن اون عشقی که اصلا هیچ فاصله ای نیست اونی که شما لازم نیست که حرف بزنین یعنی اینکه مثل تلپاتی فکر هم دیگه احساس هم دیگه همه چی رو میخونین اونم یه پریودی بود که جهان هستی به من گفت خیلی خب بیا اینو تجربه کن حالا که تجربه کردی ورش میداریم از جلو که حواست پرد نشه بری به کارهای دیگه برسیم اینم از این داستانه خب میام راجع به واریس صحبت میکنیم واریس در واقع چه اتفاقی میفته وقتی که ما واریس داریم شما میدونین که خون در بدن ما انسان ها در تمام بدن رک ها و موی رک ها هستن قلب شروع میکنه اشکا میکنه از طریق رک ها خون رو میفرسته به پایین به تمام قسمت های بدن و بعد موی رک ها دو مرتبه خون رو بر میگردونن به قلب اوکی پس اینا با همدیگه یه بازی بده و بسون داره زمانی که بیشتر ما میبینیم که واریس در رون و پا به وجود میاد خب برای همین هستش که سه تا دلیل اساسی داره که ما واریس میگیریم یکیش اضافه وزنه برای اینکه وقتی که شما اضافه وزن دارین و این خون به پایین میاد معمولا اضافه وزن فقط خودش اضافه وز مشکل نیست اضافه وز به احتمال زیاد بیماری قندی با خودش میاره کلسترول بد بالا با خودش میاره فشار خون باش میره پس مسائل دیگه باعث میشه که وقتی که من اضافه وز دارم این خون نمیتونه به راحتی برگرده بالا خب پس در زمان یکی دیگه شماره دومش در مورد بارداریه شما میبینین که هر بارداری که میگیرین اون مقدار واریس ها بیشتر میشه و یکی دیگه دلیل سومش فعال نبودنه یعنی ورزش نکردن حرکت بدنی نداشتن کارایی که خیلی ساعت روی پا میستین مثل فرزن کسایی که تو کار آرایشگری هستن کارایی که خیلی زمان میشینین اوکی پس برای همینه که میگم وقتی تو هواپیما سوار میشین برای هر دو ساعت سه ساعت پاشین یه حرکت بکنین و این داستان این پس در نتیجه اگه کارتون ایستادنی طولانی حتما جوراب واریس بپوشین جوراب واریس کمک میکنه چون پایینش تنگتره و بعد بالاش آزادتر میشه اجازه میده که خون بهتر جریان پیدا بکنه بیاد بالا لباسایی که خیلی تنگه تو این تیکه کمر و شکم و پهلو دو مرتبه میتونه جریان خون رو مشکل براش پیش بیاره پس مطمئن باشین در این قسمت لباساتون باز و آزاده خب پس وقتی که خون به طرف پایین میاد حالا این موی ها که بعد خون رو به طرف برگردونند و مرتبه بالا به طرف قلب فکر کنین یه رگ اساسی در اون وسط باز میشه و در واقع اون منبسط و منقبض بودن رو از دست میده وقتی که این اتفاق میفته حالا خونی که باید بیاد به طرف بالا یه مقدارش لیک میکنه یا دو مرتبه چکه میکنه برمیگرده پایین اون چکه شدن خون که میاد به پایین که دیگه به بالا نمیتونه برگرده اون زمینه و قضیه واریس شماست که بعد به زمان که میگذره متورم میشه وقتی خیلی بیشتر پیش میره درد به وجود میاره Uh, برای درمانش اگر از فیلد فزش... پزشکی بخوام نگاه بکنیم کسایی که خیلی پیشرفته میشه و دیگه خیلی دارن درد میکشن عمل جراحی هست که یه دونه uh, س... کات سوراخ آره بریدگی خیلی کوچیک در بالای رون میکنن و یکی در بالای زانو انجام میدن و بعد اون رگ و فریزش میکنن یه تیوب میذارن اونجا ولی خب رک ها و موی رک های دیگه این قابلیت رو دارن که خون رو دو مرتبه برگردونن به طرف بالا لیزر به این قضیه خیلی کمک میکنه یکی دیگه چیز موزیک ترپیه که صد در صد با ارتعاشات این کار انجام میده چیزایی که وایبریتر هستن که میزنین تو برق که وایبریت میکنه استفاده اونا کمک میکنه ماساژ کمک میکنه درجه هر هموم آب شیر هموم رو اگر خیلی سرد و گرمش بکنین اون دو مرتبه کمک میکنه ولی اینا چیزای خیلی خیلی اساسی نیستن اوکی؟ پس در نتیجه وقتی که ما اول وقتی که یک مشکل یا بیماری پیش میاد علائم خودشو نشون میده الان علائم به من نشون میده که واریس به وجود اومده وقتی که من متوجه شدم حالا میام ببینم که واریس دلیلش چیه اوکی پس مرحله بعدی متوجه شدن و شناخت بیماریه حالا من میدونم که واریس در واقع مشکل این هستش که مورک ها نمیتونن خون رو برگردونن بالا و همونطوری که گفتم اینا چون بدن تمام بدن با همدیگه 24 ساعته در ارتباطن و پیام رد و بدل میکنن اینا دارن مرتبا به همدیگه میگن که چه اتفاقی داره میفته پس وقتی که فرزن شما این مشکل براتون پیش میاد شک نکنین که کلسترول هم مشکل داره شک نکنین که بیماری قندی هم اگر هنوز اتفاق نیفتاده اتفاق میفته دیابت دو یا چون یکو که حتما خودتون در جریان هستین اوکی پس تمام سیستم در اون زمان یکی دیگه از چیزا چیه کبده پس در نتیجه کبد وقتی نمیتونه زیادی کار بکنه چیکار میکنه مشکل پیدا میکنه کبده که کلسترول رو میسازه کبده که مواد غذایی رو که شما میخورین میشکنه آنزیم ترش رو میکنه این کارو میکنه اون میکنه کبد مسئولیت خیلی بزرگی داره اوکی کبده که نمیتونه بیماری دیابت که میشه قند دیگه به جایی میرسه که هر چقدر شما مواد قندی میخورین بدن رزیستنس نشون میده مبارزه میکنه با دریافت اون قند پس تمام این فعل و در کبد دارن اتفاق میفتن پس در این زمان شما بدونین که کبد مشکل داره و در عین حال بدونین که سیستم لمفاوی مشکل پیدا کرده نمیتونه سیستم لمفاوی دستگاه زبال دونیه نمیتونه آشقالا رو به اندازه کافی خارج بکنه خب پس حالا که ما متوجه شدیم که این علائم به من نشون داد که داستان چیه؟ این داره مشکل داره به من نشون میده که از کجا داره میاد حالا من فهمیدم حالا مرحله بعدی چه کارهایی میتونم در موردشون رو انجام بدم به خاطر داشته باشین سیستمی که من کار میکنم امروز هم یه ایمیل دیدم برای من فرستاده بودن راجع به هورمون که دور سینم مو برده هرمون رو چیکار کنم گفتم نمیتونم انقدر سطحی جواب بدم پس در نتیجه وقتی که شما علائم رو میبینین و همه چی رو در میارین ما الان باید ببینیم که این سیستم کجاش مشکل داره کبه چجوری داره کار میکنه نمیدونم آم... لیمفتیک سیستم سیستم لمفاوی داره درست کار میکنه یا نمیکنه فشار خون کجاست کلسترول کجاست قند کجاست وقتی تمام اینا رو ما متوجه شدیم حالا ما یه سیستمی میخوایم که فرزن اگر شما برین عمل جراحی بکنین برای واریستون هیچ گرانتی نیستش که شما سه ماه بعد شش ماه بعد دوباره واریس نمیگیرین چون اگر اون اون آمادگی اون محیط زیستی اون مسائلی که این رو به وجود آورده اگر اونا عوض نشن شما دو مرتبه اون مریض اون بیماری حالا سرطان هر چیزی که از واریسه دو مرتبه برمیگرده چون یه شرایطی حالا تغذیه شماست ورزش شماست خواب شماست اعصاب شماست یه چیزی این مسئله رو به وجود آورده پس اگر اونا رو عوض نکنین چیزی تغییر پیدا نخواهد کرد ریشه قضیه حل نمیشه اوکی؟ پس در نتیجه یکی از چیزهایی رو که ما همیشه میدونیم العاده مهمه تغذیه ما هستش در این زمان شما شکرتون و مواد شکری باید به کل قطع بشه شوخی نیست نمک رو باید خیلی کمتر بکنین و از موادی که چرب هستن جلوگیری بکنین چون شما شک نکنین که در این حالت شما کلسترول بدتون بالا هستش اوکی؟ در عین حال وقت شما باید یه رژیم سالم و درست داشته باشین چون ما الان دو مرتبه میگم هیچ شکی من ندارم که کبد مشکل داره اوکی؟ پس ما باید فشار کاری کبد رو ورداریم یکی از اون سیستما با تمیز غذا خوردن درست غذا خوردنه برای اینکه شما الان کلسترول بدتون هم حتما مشکل پیدا کرده خب پس ق... مواد قند و شکری باید به کل قطع بشن یه خانمی چند روز پیش با هم صحبت کردیم که گفتین که مشکل سوزش داشتین گفتین حالا اونم بیار تو به خاطر همینه که میگم مسائل خیلی عمیق که من به شما بگم حالا رفتین کورتون خوردین سوزش پیدا کردین حالا بیان این کارو بکنین کلا همه چی باید زیر رو بشه و همه چی باید تغییر پیدا بکنه اوکی پس در نتیجه مواد قندو شکری باید به کل قطع بشن نمک باید خیلی کم بشه چربی های حیوانی باید تا اونجایی که ممکنه پایین بیان ولی چربی های خوب مثل روغن نارگیل مثل روغن زیتون اکسترا ورجن یعنی پرس اول روغن زیتون همینطور آوکادو روغن های خوب رو میتونین شما استفاده بکنید. بعد چیزایی که کمک میکنه یکی از اونها ویتامین C. پرتقال فرزن پرتقال کاری که میکنه یه مقدار تورم رو میخوابونه در واقع همون عمل سیر رو انجام میده سیر رو انجام میده پس ویتامین C به این قضیه خیلی کمک میکنه ویتامین C در اینها کمک میکنه که اکسیژن بیشتری در بدن وارد بشه و خون بتونه جریانش ساده تر بشه چیز دیگه که کمک میکنه گینکو بیلوبا گیاهی هستش که جینکو نوشته میشه ولی گینکو تلفظ میشه که من معمولا اون رو برای کسانی که مشکل حافظه دارن بهشون میدم گینکو بیلوبا یکی از کارهایی که انجام میده به طور طبیعی خون رو رقیق میکنه یکی از دلایلی که باعث میشه که ما برای حافظه میدیم به خاطر این هستش که خون رو رقیق تر میکنه و اجازه میده که اکسیژن بیشتری به مغز برسه در نتیجه اون کمک میکنه که حافظه شما بهتر میشه که این من خودم دارم دیگه جینجر زنجبیل زنجفیل زنجبیل خیلی کمک میکنه زرچوبه کاردمن کاردمن رو لغت فارسیش رو نمیدونم با سی نوشته میشه سی ای آر دی او ام ای ان کاردمن که بدن رو قلیایی میکنه و در عین حال um, ورم و چیز رو میگیره دو مرتبه گیاه های دیگه ای که um, من راجع به صحبت کردم تریفولا لیکریش رود چیزایی که تورم رو میگیرن و آرامش به روده و معده میدن اینا همشون کمک میکنن خب پس یادتون باشه که یه سری حرکات شما باید بیشتر حرکت بکنین چون در واقع نشستن یا خوابیدن زیادی یا همینطور ایستادن زیاد میتونه این مشکل رو به وجود بیاره وقتی که دراز میکشین مینیموم 20 دقیقه در روز پاتون رو بذارین بالا بالاتر از قلب که خون بتونه برگرده دو مرتبه بالا به طرف قلب این کار رو پونزه <coughs> دقیقه بیست دقیقه در طول روز شب که میخوابین حتما چند تا بالش بذارین که پاتون بیاد بالاتر حالا میام توی چیز um, علی جان is this, is this camera my close up? it is my ok خب چند تا کار میخوام بهتون نشون بدم برای از دید اکپانچر که کمک میکنه یادتون باشه که spillen 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 و کلمه فارسی چی میشه زهر جان به دادم برس چون زهر معمولا اینا رو برای من ترجمه میکنه ام... الان توی ذهنم نمیاد اون قسمت کبد نیست کلیه مشکل داره اوکی؟ پس در نتیجه اگر که شما پاتون رو بذارین روی پاتون با دستتون مچ پا این و قسمتی که قوزک پا هستش دستتون رو میذارین اینجا اوکی الان پنجه من شست من اومده پشت انگشتا اینجاست دقیقا بالای اون با شست دیگهتون اگر بذارین این استخونی که اینجا هستش این در واقع فشار دادن به اون کمک میکنه که کلیه ام چیز میشه چی میگن حالت تصویه پیدا میکنه خب بنابراین حدود دو دقیقه این قسمت رو با شستتون به طرف عقربه ساعت حرکتش مینی این کمک میکنه که ام, کلیه ها حالت تصویه پیدا میکنن و خون رو به طرف بالا میفرسته اوکی؟ قسمت بعدی دو مرتبه دستتون رو میذارین اینجا زانو منه دستم رو میذارم اینجا دقیقا باز بالای این انگشت اگه دست بزنین به محصه که فشار میده میدین او درد میگیره خب این قسمت دو مرتبه نشون میده که کلیه مشکل داره باز دو مرتبه این قسمت رو شما حدود دو دقیقه به طرف اقربه ساعت انجامش میدین یه بار طرف چپ رو انجام میدین یه بار طرف راست رو انجام میدین سعی کنین این حرکت رو حدود مینیموم دو بار تا پنج بار در طول 24 ساعت یه روز انجام بدین اوکی؟ کارهای دیگه که میتونین بکنین هستش که فرزن وقتی که نشستین پاتون رو علی جان ایز در ام سو sorry علی Is there any way you could get my foot so I can show them some exercise on the lower part? Thank you. Um, Ali, الان ببینیم کامیرا من میتونه بیاره پایین تر که من بتونم به شما نشون بدم. یکی از کارهای اینه که روی کف پا و نوک پا خودتون رو تغییر میدین یعنی میان روی کف پا و دو مرتبه ساری علی جان I didn't think about i'm going to be going here okay cafe pa va nok pa harakat mikone این حرکت رو میتونین استفاده انجام بدین Okay. هر چیزی که there we go if i can bring this upper or lower ام چیزایی که کمک میکنه که پاشنه و نوک پا هر حرکتی که پاشنه و نوک پا رو با همدیگه عوض میکنه وقتی که اگه فرزن کار شما آرایشگریه و خیلی ساعت در Thank تنکیو علی جان پس بنابراین من میام روی کف پا نوک پا کف پا نوک پا کف پا نوک پا تمام این شروع میکنه که بعد دو مرتبه گردش علی if you can get back to the same camera I appreciate it thank you very much گردش به سمت عقربه ساعت. و دو مرتبه با پای متضاد. Thank you very much, ali We can get back to the close-up shot. Thank you. Um, وقتی که وایستادین، اگر خیلی ساعت میستین، روی پای چپ و روی پای راست شیفت بکنین. خودتون رو تغییر بدین از روی این پا، بعد دو مرتبه وزنتون رو بنزین رو اون پا. اون دو مرتبه شروع میکنه که بدن بتونه حرکت بکنه. اوکی؟ okay. um, توی معمولا حتماً حتما اگر واریس دارین دیویدی آرتروز من خیلی کمک میکنه دیویدی یوگا که دیویدی های سبکتری هستن و دیویدی تایچی یا توی شماره ها دیویدی شماره 13 هستش اونا خیلی کمک میکنه برای افرادی که سالمن هستین حتما پیشنهاد میکنم که دیویدی تایچی رو بگیرین چون حرکات خیلی آهسته است ولی به اعصاب به تمرکز فکری خیلی کمک میکنه بنابراین حرکات توی اون دیویدی 100 درصد موثره و به این قسمت کمک میکنه خب این از این داستان این ام برم سر سوال بعدی در زم خانمی دو مرتبه خانمی که راجب قارچ پوستی پرسیده بودی برای من پیام گذاشتی که چند هفته است منتظر برنامه هم. هفته پیش نمیدونم راجب این من نمیدونم تو اصلا عشق من کدوم کانال و کجا رو داری نگاه میکنی و اون برنامه که با یه آقای صحبت میکردی که داری تهران رو میگی اصلا اون برنامه برنامه من نبود در نتیجه من نمیدونم تو اصلا چی رو داری نگاه میکنی هفته پیش هم من با علی رفتیم اینا رو چک کردیم برنامه ها رو و علی به من نشون داد که هر برنامه هفته قبل که تکرارش میفته که مال هفته پیش هستش دقیقا درسته بنابراین ما نتونستیم بفهمیم که شما تکرار برنامه رو چی دارین میبینین چون از طریق کامپیوتر اینا تمام دارن درست نشون میدن که ده و نیم صبح ایران شما دارین برنامه هفته پیش من رو میبینین ده و نیم شب دارین پخش زنده برنامه رو میبینین اوکی؟ پس ازتون خواهش میکنم که سعی کنین اجرای اول برنامه رو ببینین اگر که برنامه ها رو از دست میدین ایمیل بزنین به سودی که برنامه ها رو ده تا میتونن برای شما بفرستن اوکی؟ پس هر کدوم برنامه رو که میس میکنین اگه مشکل دارین اگه روی اینترنت نمیتونین پیدا بکنین میتونین برنامه رو براتون بفرستن اوکی؟ این از این داستان این دوست عزیزی که راجب به پسر 13 سالت پرسیدی که تا الان خیلی خوب بوده حرکاتش خیلی عجیب و غریب شده و گوشگی رو در خیلی چیز میکنه ببین از این یه اولا شما بر این رو در نظر داشته باشین که ماها دوره های هفت ساله داریم او تا اینجا هستیم یادم افتاد برای کسایی که واریس دارین پاتون رو روی پاتون نندازین به خاطر اینکه اینم دو مرتبه جریان خون رو اجازه نمیده که خون جریان پیدا بکنه ماها دوره های هفت ساله داریم پس اگر که بتونید آنلاین کورس من رو بگیری دقیقا هفت تا چاکرا از چاکرای ریشه ای که ما شروع میکنیم شما وقتی اون هفت تا چاکرا رو کاملا متوجه میشین میفهمین که اصلا کی خودتون کی هستین و افراد دیگه کی هستن میتونین بفهمین که تغییراتی که اینا میشه کارایی که میکنن از کدوم چاکرا داره میاد و من هر چاکرا رو دقیقا توضیح دادم برای تو عشق من چون من بکراند تو رو میشناسم از تو میخوام که اگر آنلاین کورسم نمیگیری جزوه چاکرا رو میدونم که جزوه چاکرای منو داری جزوه چاکرا رو بخون که متوجه بشی که دوره های هفت ساله چه اتفاقی میفته که پس من از زمان تولد تا هفت سالگی یه دوره دارم یه شخصیت یه داستان در یک چاک را حرکت میکنم از هفت سالگی تا چارده بعضی وقتا اینا میتونه برای بعضی بچه هایی که پیش فعال هستن یه سال این ورون ور بشه پس من میرم توی دوره های دیگه من نمیتونم همینجوری به تو روی هوا بازم میگم چیزی بگم به خاطر این هستش که فرزن اگر خود من رو در نظر بگیری الان دارم به شما میگم ممکنه شوی امروز من به, ش... به نظر شما اومد که این چرا این ور میره چرا اون ور میره چرا یادش میره چرا فراموش میکنه به خاطر اینکه من دارم در یک انرژی یا دارم در یه وایبریشن دیگه ای کار میکنم خیلی از اوقات افراد کسانی رو که مخصوصا گفتم جنریشن جدید این بچه الان 13 سالشه اینا دقیقا و کاملا با یه دی دیگه اومدن این هستش که اگر بچه ای داره با جهان هستی وصله یا یکی شده از دید بیرون اون میتونه خیلی خصوصیاتی داشته باشه که مثل خود من من مثلا فرزن چند ماه پیش بود رفتم پیش صابخونه که به من میگه بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا همش میگم کار دارم کار دارم کار دارم بهش گفتم گفتم شما فهم کنید من خیلی آدم عجیب غریبی هستم گفت آره بعض وقتا به شوهرم میگم این اصلا ماشینش یه هفته از تکون نخورد آخه این نمیدونم اتفاقی گفتم نه نگران نباشین هیچ اتفاقی بر من نمیفته از دید خارج من یه آدم عجیب غریبی میتونم بزنم از دید خارج ممکنه افراد فکر کنن که این انقدر تنهاست چرا نمیدونم تو خودشه چرا حرف نمیزنه شما منو نگاه نکنین اینجا جلوی دوربین میبینین که بلا 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 انقدر حرف میزنم من روزها اگر جلسه نداشته باشم اگر چی کار ضروری نباشه اصلا با کسی حرف نمیزنم اوکی پس یه شخصیت دیگه یه دنیای دیگه هم وقتی که جلوی دوربینم تا زمانی که نیستم پس ما میتونیم خیلی خصوصیات نشون بدیم از این شاخه به اون شاخه پریدن من میتونه از دید بیرون به این دید بیاد که من ADD دارم در صورتی که داستان من اینه که وقتی من میرم توی وایبریشن بالا که اطلاعات میگرم دو مرتبه بر میگردم اینجا من یه مقدار از اینجا باید خودم رو دو مرتبه جا بندازم که بتونم بیام اینجا بتونم این چیز رو داشته باشم اوکی پس من نمیدونم ما الان داریم راجع به چه قسمتی داریم صحبت میکنیم اگر بچه ها رو ببری پیش روانشناس اونا با دید خودشون روانشناس با دید خودش بچه ها رو دایگنوز میکنه آره این ADD داره بذاریمش روی ردلن که مغزش رو آروم بکنه آهسته بکنه نمیدونم حرکتش رو آهسته بکنه اگر داریم از دید عرفانی نگاه میکنیم این اصلا ممکنه در یک دنیای دیگه و داری در یه جای دیگه میره اوکی؟ پس در نتیجه من همیشه و همیشه انشتن یکی از کسایی که براتون مثال میزنم انشتنی که اون کشف ها رو کرد بچه یه خنگی توی مدرسه بود دیپلومشو نتونست بگیره هیچ گونه اطلاعات دانشگاهی نداشت اوکی؟ یکی دیگه فرزن از کسانی که در موردش چیز میکنم ادگارد کیسیه ادگارد کیسی یکی از کسایی که حالا من خیلی از چیزها رو توی تلویزیون جلوی دوربین نمیتونم بگم یکی از کسانی هستش که خود من خیلی چنالش میکنم یعنی یک انتتی هستش که میاد که من با, در با اون اطلاعات آگاهی صحبت میکنم اینم کسی بود که اصلا و به هیچ عنوان مدیکال سکول نرفته بود هیچ تحصیلات یا بکراندی توی دکترا نداشت ولی تمام کیس های افرادی که وقتی میرفت توی خصه و میگفت این آدم چه مریضی داره چه بیماری داره چه چیزهایی استفاده بکنه ما این اطلاعات رو از یه جای دیگه میگیریم اوکی okay, که در اکسس خود من نیست ممکنه من هیچ وقت نخونده باشم پس نمیدونم داریم از کدوم دید ما میخوام این بچه رو نگاه کنیم یا از کدوم دید میخوام بهش کمک بشه دوستان وقت برنامه تموم شد مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین برنامه ها رو یادتون نره شیر بکنین روی یوتیوب لایکش بکنین روی یوتیوب چنل من سودی یزدی و سودی برنت سابسکرایب بکنین و بعد اینکه کسانی که میخوان با من کلاس دست جمعی وردارین که ما یه آنلاین کورس داریم که وبکم هممون هم با همدیگه یه زمان چیز میکنیم برای اون کارم لطف بکنین ایمیل بزنین به دو تا ایمیل ادرس من تا دوشنبه آینده I love you. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند